با آشپزی لحظات خوشی داشته باشید. با همکاری رب هدیه است و خوشم می آید و و بهتری در بین همه کنون جادو یا چیز دیگری. با تقدیم سلام خدمت شما از علاقمندان برنامه آشپزی و یک سلام چاق خدمت کسایی که شینی ها را فرمایش میتن و ما هم برشان آماده بسازیم. واقعا امروز روزی است که ما میخواییم یک شینی و یک غذای خوشمزه ایندی آماده بسازیم. خب ای که غذای که آماده بسازیم فرمایش خود دوست هاست و خودشان خواست بدن که با برشان از این غذای امروز آماده بسازیم، هم شینی را و هم این غذای ایندی را که گفته بودن برای ما آماده بساز. ما خواستم هر دوشه امروز در یک برنامه اگر آماده بسازیم بهتر میشه، چون که فرمایش های دوست ها زیادتر هستن و هر کدامش میخوان که زودتر برشان اون غذا را به مورد علاقهشان آماده بسازیم. غذا که امروز آماده بسازیم یک کره هندی آماده بسازیم همراه با گوشت مرغ و دومش هم یک شینی است که چندی بار به شکل دیگه آماده ساختیم، ولی امروز ما میخوایم یک پای لیمو آماده بسازیم. به یک شکل خاص و یک مزه بسیار خوبی داره که ما میتونیم به شکل بسیار درست و خوبش آمادهش کنیم. غذا که امروز آماده می‌سازیم مواد لازمی که ضرورت داره، موادی که ما امروز می‌خوایم غذا که آماده بسازیم: پیاز، بادمجان رومی، لیمو، گشنیز، ماست، مطر. این بود مواد غذایی و مرغ هم فراموش شد تا نشه که ضرورت داریم. این شد از غذای ما و به خاطر شینی که ضرورت داریم چهارمغز است، جوس لیمو، آرد ترمیده، بوره و شیر. این موادی بود که ما ضرورت به شیرینی داریم. روغن و یا مسکه هر کدامش که در خانه تر باشه شما میتونید استفاده کنید و یا قالب هم ضرورت داریم تا ما بتونیم به شکل بسیار خوب درست شیر آماده بسازیم. و همچنین این قسمت رو به هتی است، رو به است که واقعا مزه بسیار خوبی داره. ما میتونیم غذای خوشمزه را با رو به هتی آماده بسازیم. آماده ساختن غذا را برای ما آسان میسازه. یک لواب یا قرمه بسیار خوبی میتونیم آماده بسازیم. باز کردن سرپوش آسان است و یک سرپوش پلاستیکی داره که وقتی از رو استفاده کنیم ما میتونیم که خوبتر غذا را آماده بسازیم. این هم یک کمک دیزاین دکورم کلارم جور کنیم. پیخی یک بغله شد. باش هر رقمی که باشه صرف به خاطر از اینکه موی داخل غذا نریزه و به خاطر افزسه باید که متوجه باشین دیگه هر رقمی که بود فرق نمیکنه. خب مواد غذایی دیگه که از کنور است، ما میتونیم از کسترد کنور هم استفاده کنیم، از کانفلاور کنور. یعنی امروز در شینی امروز کانفلاور هم ضرورت داریم، فراموش تا نشه. دو نوع سوپ بسیار خوشمزه داره که ما میتونیم با ظرف بسیار وقت کمی ما بتونیم یک سوپ خوشمزه بر خود آماده بسازیم و همچنان چیکن کیوب کنور و آش کنور. دیگه مسئولات زیادی داره که اگر ما در بارزی که بزنیم تقریبا 200 تا در برمیگیره. مواد بسیار خوب و خوشمزه داره که هر رقم شما خواسته باشه میتونه به شکل بسیار خوب غذای خوشمزه، شیرینی خوشمزه رو میتونه آماده بسازه. خب شروع میکنیم با آماده ساختن غذای امروز. اول از چی شروع میکنیم؟ اول از خمیر شیرینی استفاده میکنیم. اول خمیری بسیار ساده و بسیار آسانی است که ما باید این را آماده بسازیم، ولی پیش از او یک قسمت چهارمغز داریم. خمیریش همراه با چهارمغز آماده میسازم، ولی در حاصل باید که خمیر زیر همراه با مسکه آماده بسازیم. همراه با کمک چهارمغز هم اضافه میکنیم داخلش، مزه بسیار خوبی میداشته باشه، با شکل بسیار خوبی هم آماده میشه. ولی اگر مسکه نباشه مثل که امروز ما رفتیم مواد خریداری کردیم که امروز موادم با بسیار مشکل پیدا شد به خاطر که امروز دکان همش بسته بود. نمیفهمم که چرا. از یک نفر شنیدم گفتن که بسیار اما تکس بالا رفته و بچم که چقدر شده و دکان همیشه بسته کردن. به می خاطر دیگه ما گفتیم که بدون مسکه آماده می سازیم. و این نوبت بود که چهارمغز را میده میده کنیم.
چهارمغز به این شکل خوب میده میده میکنیم و بعدش باز دوباره داخل کاسه اضافهش میکنیم. خب این هم آرد ترمیده، بوره، شیر و چهارمغز هم آماده شد و ضرورت به یک میکسر هم داریم که این میکسر رو میگیریم، اول شیر اضافه میکنیم به این اندازه، بعدش اگر باز هم شیر ضرور شد اضافه میکنیم، ولی برای فعلا به این اندازه شیر اضافه میکنیم. دیگر روغن اضافه میکنیم، گفتم که اگر مسکه داشته باشیم بهتر است، همراه با مسکه بسیار خوب خوشمزه آمده میشه، ولی اگر مسکه نباشه همراه با روغن استفاده میکنیم، ولی واقعا همراه با مسکه خوبتر ما میتونیم آماده ساخت. و حالا بوره خمیری شما نمیخوایم قدر زیاد شیرین بسازیم، چرا که داخل مواد اصلی که آماده میسازیم آب لیموس و خود پوست لیموس و همراه با کانفلاور یک جای چه مخلوط میشه شیرینی زیادتر میشه، به خاطر نباید که قدر زیاد اضافه شود. و داخل شیرینی ما تخم مرغ هیچ اضافه نمیکنیم، این هم چهارمغز و این هم آرد ترمیده به ما اندازه که ما بتانیم به شکل خمیر بسیار خوبی آمده بسازیم. سختی خمیرش به اندازه خمیر کلچه افغانی باید باشه یا کلچه وطنی، نه پودر کیک اضافه میکنیم، نه تخم مرغ، نه خمیر مایه، هیچ کدام اضافه نمیکنیم. به این شکل خوب مخلوط شود و باز هم به اندازه که ضرورت داره آرد باید اضافه کنیم. و به این شکل خمیر هم مخلوط میکنیم تا وقتی که خمیر خودا کمی سخت کنه. وقتی سخت شد خب یک کمی مخلوطش میکنیم و هموارش میکنیم، داخل قالب میچینیم، آماده میشه و بعد داخل داش میمونیم تا پخته شوه. داشم پیش از پیش در درجه 250 درجه سانتیگراد روشن میکنیم، هرچی گرم باشه خوبتر است و شکل بسیار خوبی ما میتونیم آماده بسازیم. به شکل به اندازه آماده شد و حالا یک کمی آرد دیگه اضافه میکنیم تا وقتی که خمیر خود خوبتر بسته کنه، تا خمیر به شکلی که خود ما میخواییم آماده نشده. به این شکل ما مخلوطش میکنیم و به این شکل مخلوط شد و آماده هم شد. سختی خمیر به می اندازه باشه، ولی جا معلوم میشه که خمیر زیاد آماده ساختیم و ضرورت دگام به آرد داریم، باید که آرد دگام استفاده کنیم، چرا که هم به خاطر امار کردنش آرد ضرورت داریم و هم به خاطر از اینکه خمیر بسیار خوبی آماده شد باید که آرد اضافه کنیم. ما تا وقتی خمیر آماده میسازه میریم یک بار مواد لازمه میبینیم، برمیگردیم باز هم با ما باشید. مواد لازمه: پای لیمو با پای مرغ، گوشت مرغ نیم کیلو، چهارمغز قدر ضرورت، گشنیز قدر ضرورت، لیمو 3 عدد، ماست قدر ضرورت، آرد ترمیده 2 گلاس، بوره قدر ضرورت.